درود بر شما دوستان عزیزم، وقت همگی به خیر باشه. شروع میکنیم با هم درس هشتم از گرامر سطح B2 رو. ببینید، چیزی که میخوام امروز باهاتون صحبت بکنم، قبلا تو سطح B1 یا B2 گفته شده، من دقیقا انقدر درست یاده دیگه خاطرم نیست که تو کدوم سطح دقیقا براتون گفتم. ممکنه این توضیحاتی که امروز بهتون میدم تو سطح B2 حالت تکمیلی داشته باشه، یعنی یه بخشش رو قبلا شنیدید ولی یه بخشی رو هنوز یاد نگرفتید، یا اینکه در واقع بحث تکرار فقط براتون داشته باشه و یک جنبه در واقع مرور براتون داشته باشه. به هر حال تو این سطح هر کدوم از این در واقع این اشکالی که بهتون گفتم باشه، در سطح بیتسفای دوباره اومده و توی کتاب ها تدریس شده مجددا. بنابراین من مجبورم که براتون دوباره این رو توضیح بدم و البته هم که خالی از لطف نیست، چون کارکردش خیلی 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 توی مکالمه زیاده. ما توی فارسی بهش میگیم هرچی یه صفت، مثلا میگیم هرچه سریعتر، بعد اینجا مثلا یه دونه صفت تفضیلی میاریم. مثلا چی میگیم؟ هرچی سریعتر بهتر، هرچی زودتر بهتر، یا میگیم هرچه زودتر. حالا نمیدونم این هرچی هرچه زودتر بهتر، هرچه سریعتر بهتر، حالا چی یا چه فرقی نمیکنه. منظور من اینه که ما امروز میخوایم این رو در آلمانی یاد بگیم. ما تا در زبان آلمانی، خب این فارسیشو نوشتم، میخواستم فقط بدونید که داریم امروز چیه تمرین میکنیم. در زبان آلمانی دو تا ساختار براش داریم. یه دونه داریم یه دستو، یه دونه هم داریم یه اونزو. خب دقیقا اینو خاطرتون باشه، داریم یه، بعدش یه چیزی میاد، براتون اینا رو توضیح میدم. دستو بعدش میاد، یا داریم یه اونزو. حالا این دوتا ترکیب شما فعلا در نظر داشته باشین. یه یعنی همون قسمت هرچی که من نوشته بودم، و دستو بنابر این بهتر، یعنی ما تو زبان آلمانی اینطوری میگیم، میگیم هرچی مثلا سریعتر بنابر این بهتر. ما تو زبان فارسی اینو نمیگیم بنابر این رو، میگیم هرچی سریعتر بهتر. ولی فرض کنید که این دستو و این اونزو به عنوان بنابر این ترجمه بکنیم. حالا اگه بخوام لغتی براتون بگم، خب حالا اینو ما کار نداریم، میاد برای هر کدوم اینها یه فرمول برای ما در نظر گرفته شده. میگه اگه میخوای از یه و دستو استفاده کنی یا از یه و اومزو استفاده کنی، یه سری فرمولا داره. من از شکل ساده ترین شروع میکنم، بعد هی این فرمول رو طولانی تر میکنیم و یه چیزایی بهش اضافه میکنیم. اولش که اصلا میگه که شما بعد از یه به اضافه یه. من این فرمول رو هی توی روند کار براتون اضافه میکنم. به اضافه یه صفت تفضیلیش با، بعد یه دونه کاما بذار، خب بعد بزن دستو به اضافه یه صفت تفضیلیش با. یعنی چی؟ یعنی که من اینجا مثالش رو می نویسم، میگه بنویس یه، مثلا میخوام بگم هر چیز سریع تر، یه شنلر. خود صفت چی بوده؟ شنل، صفت تفضیلی یا برترش میشه چی؟ شنلر، درسته؟ بعد دستو، بچه صفت تفضیلی همون صفت برتر هست دیگه که ار بهش اضافه میکردیم و بعضی جاها هم استثناء بود. دستو بسه، درسته؟ گود بسه، بسر یه دونه از اون استثناءاتیه که ما لزوما نباید به همه صفت ها ار اضافه کنیم تا بشه صفت تفصیلی. اینا رو دیگه میدونیم، من دیگه اینا رو تکرار نمیکنم. پس یه شنل دستو بسه، هر چی سریعتر بهتر. همینو من میتونم بنویسم یه شنل اونزو بسه، پس هیچ فرقی نمیکنه. من دیگه همه مثالا رو با این اونزو تکرار نمیکنم، چون دقیقا فرمولش با همین دستو یکی. یعنی من هر چی که براتون از یه دستو میگم، به جای دستو میتونید اومزو بذاریم و دقیقا فرمولش یکی هستش، فقط دو شکل مختلف گفته میشه. پس این در شکل ساده ترین حالته. مثلا میگم یه فوه، این آلمانی کنم، میگم یه فوه دستو بسه، هرچی زودتر بهتر، هرچی زودتر بهتر. بعد به جای این دستو میتونم بذارم اونزو بسه، یه فوقه اونزو
بسه. حالا اینا رو کار نداریم، این مثال ها رو پاک میکنم. حالا میاد میگه که حتی میتونیم کامل ترم بگیم، مثلا لازم نیست برای همین خلاصه بگیم، مثلا میگم یه بغومته، یه بغومته ده ماله، هرچی نقاش معروف تر، ببین فعل نداره، دستو تویغ داینه گملده. میگه هرچی نقاش معروف تر، بنابراین نقاشیاش گرون تر. ما فعل نداریم اینجا، درسته؟ حالا به جای این میاد میگه که این مثال رو براتون زدم که بدونی. خب حالا میاد دوباره کامل ترش میکنه، میگه بعضی وقتا میتونه یه بیاد به اضافه صفت تفصیلی، تا اینجا هیچ فرقی نمیکنه. بعد اینجا میتونه یه دونه عبارت بیاد، یک جمله بیاد اینجا. امروز من بتونم بنویسم اینجا یا نه؟ نه متاسفانه. بزنیم ببینم. خب من نمیتونم خود فرمولو متاسفانه اینجا بنویسم، ولی شما اینطور بنویسید. بنویسید یه به اضافه یه، صفت تفصیلی به اضافه یه، عبارت، بعد داخل پرانتز بنویسید فعل در آخر. خب فعل در آخر، درست؟ بعد کاما بذارید. پس من این فقط عبارت به اضافه فعل در آخر رو بعد صفت تفصیلی باید بنویسید که من نتونستم. بعد میان دستو، خب دستو رو بنویسید به اضافه صفت تفصیلی اینجا، به علاوه، بازم من نمیتونم بنویسم متاسفانه، به علاوه فعل به شکل صرف شده به اضافه جمله، به اضافه جمله یا عبارت. حالا یعنی چی؟ یعنی چی؟ من میگم که یه، بذار من این مثال براتون بزنم، اینم باید بکنیم. خب من میگم یه به قومته، قرار شد یه به اضافه صفت تفصیلی بشه، بعد گفتم بعدش چی بذاریم؟ عبارت بذارید که فعل میره چی؟ آخر. یه به قومته در مالر ایست، ایست فعلمون اومد آخر، عبارتمون هم کلن درمالر هست، یعنی درمالر ایست یه عبارت، خب که فعلش اومد آخر تا اینجا. بعد گفتم بعد این بذارید دستو، دستو اینجا قرار شد فعل رو اتفاقا بذارید اول، درسته؟ یعنی بعد اینکه صفت تفصیلی رو نوشتید فعل رو بذارید اینجا، دستو تویغ، دستو تویغ زیند زاینه گملده، گملده برای اینکه جمعه باید حتما از در واقع زیند استفاده بکنی. خب گملده، پس یه به قومته تا اینجا که یکه، دستو تویه. صفت تفصیلی ها همیشه بعد یه و دستو یا بعد یه و اونزو میاد، هیچی جای صفت تفصیلی رو نمیگه، منتها بعد یه همیشه جملاتی که جملات پیرو هستن و یعنی در واقع نبنزات هستن، تو نبنزات فعل میره آخر. یه به قومته در مال ایست دستو تویغ زیند، اینجا فعل میاد اول، زاینه گملده، نه اولا، منظور من اول جمله درست بعد از صفت تفصیلیه، ما قرار نیست زیند رو بیاریم اول. پس هر جا یه داشتید فعل رو ببرید آخر. اگه اینجا من اومزو هم داشتم بازم همینطور بود، بازم همین قاعده بود، برای همین بود که اول ویدیو بهتون توضیح دادم که من هی عوض نمی کنم اینو. خب فقط یادتون باشه که چه یه بیارید، چه اومزو بیارید، چه دستو بیارید، فعلتون رو صرف بکنید، مگه اینکه با فعل کمکی بیارید. مثلا چی؟ مثلا من میگم که یه بس دی لبن کوالیتت. خب کوالیتت اینه شتات ایست، چی شد بچه ها؟ بسر صفت تفصیلی، عبارتمون دی لبنز کوالیتت اینه اشتاد، یعنی کیفیت لبنز کوالیتت، یعنی کیفیت زندگی یک شهر یا شهری، شهر بهتره، یک شهر. پس میگیم هرچی کیفیت زندگی یک شهر
بهتر یه بهتر هم بهتر هست یا بهتر باشه بهتر هست دستو بنابراین چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید صفت تفضیلی بذاریم بنابراین هوهقه میتن 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 دی این بونه سالن میگه بنابراین اجاره های بالاتری بایستی میسن دی این بونه ساکنین جمع ها اسم جمع دی این بونه با در واقع شکل مفردش یک سان دی این بونه سالن. خب چرا میگی فعل برد آخر اینجا سالن؟ مگه تو نگفتی اگه دستو یا اومزو اومد بعد صفت تفصیلی فعل رو باید صرف شده بیاریم؟ بله دیگه صرف کردیم. میسن فعل جمع کمکی هست و چون فعل کمکی داریم دیگه اون قاعده فرجش میمونه که فعل اصلیمون یا اینفینیت به شکل اینفینیتی باقیمونو میره آخر. اینا مثالایی بود که میتونستم براتون بزنم. دوستم یه دونه مثال هم براتون بزنم در مورد مثلا اونزو که بهتون بگم این همونه. یه مر ایش آربایته هرچی بیشتر کار میکنم دستو بنابراین مرگرد پول بیشتری بردین ایش بلا فاصله بعد مر عبارتم رو بردم مر گرد دیگه ها عبارتم فردینه و فعلم رو به شکل صرف شده آوردم اینجا هم که یه بود فعلم آوردم آخر به شکل صرف شده این دستو بود بهتون گفتم با اومزو میتونم اومزو بذارم یه مر شاربایت اومزو مر گرد فردینه ایش خب اینم درس امروز تمریناشو براتون میذارم امیدوارم که خوب 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 این رو یاد گرفته باشین بحث خیلی شیرینیه خود من خیلی دوستم و امیدوارم که به دل شما نشسته باشه روز و روزگارتون خوش تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار